سرخط خبرها دفتر مارشال عبدالرشید دوستم دروغ‌های حمدالله‌ماه و اشرف غنی را رسما افشا کرد و روسیه تاریخشان کردند. دست نشانده خواندن و دروغ دانستن مقاومت توسط نماینده خامنه‌ای در افغانستان، تاکید دوباره جبهه مقاومت بر کشته شدن 90 نیروی طالبان در پنشیر پس از رد شدن این موضوع توسط سخنگوی طالبان. سلام به سرویس اطلاع‌رسانی اینفو تیوی، خوش آمدید. لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید. دست نشانده خواندن و دروغ دانستن مقاومت. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان میگوید که آمریکا با سازماندهی گروه تحت عنوان جبهه مقاومت و دنبال ایجاد آشوب در افغانستان است. این مقام کشور همسایه و هم فرهنگ ما مقاومت مردم افغانستان را دروغ خوانده است. البته اظهار نظر آقای قومی در قلب چهار دیدگاه قابل بررسی است. پس لطفاً توجهتان را خواهان هستیم. اولاً این اظهارات نظر به منظور تامین روابط و نزدیک طالبان صورت گرفته است. بر اساس این دیدگاه جمهوری اسلامی ایران می خواهد منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی خویش را از طریق نزدیکی بیشتر با طالبان دنبال کند. ایران از تحریم های جهانی رنج می برد. تجارت و صادرات این کشور به افغانستان از طریق آن و دیگر کشورهای منطقه برای این کشور اهمیت فراوانی دارد. استفاده از منابع طبیعی و ویژه آبهای افغانستان برای ایران حیاتی است. بر این اساس ایران از طریق مدارا با طالبان تلاش می‌ورزد از این منابع بهره‌مند گردد. دیدگاه دوم، طالبان یک گروه نیابتی ارزان و خطرناکند. ایران نگران است که این گروه از جانب دشمنان ایران علیه منافع ملی آن به کار گرفته شوند. همچنان مبتنی بر این دیدگاه، این کشور مایل است تا چانس خود را در رقابت به کار و سوی دیگر از طالبان دوری نمی‌گزینند. بر این اساس جمهوری اسلامی می‌خواهد تا در وجود طالبان بتواند منافع گوناگون خود را در افغانستان دنبال کند و از جانب دیگر در صورت قدرت گرفتن مخالفین طالبان کارت‌های دیگری برای بازی در میدان سیاست افغانستان داشته باشد. چهارم، این نگاه بدبینانه تر است. صاحبان به این نظریه معتقدند که تلاش ایران برای نزدیکی با طالبان ناشی از ناگزیری نه بلکه بر اساس گرایش های مشترک است. مبتنی بر این دیدگاه مؤلفه های مختلف برای این چهار همگرایی وجود دارد. دشمنی با غرب، ارزش ها، فرهنگ و هنجارهای آن از این مشترکات محسوب می شود. الگوه مشابه حکومت داری، منبع مشروعیت هم مانند و باورهای سختگیرانه از متون و مفاهیم اسلامی در این راستا قرار می گیرد. این مجموعه معتقدند که هر دو طرف نسبت به ارزش‌های جهانی مانند تحکیم باقی اراده مردم، حقوق بشر، حقوق زنان و رویکرد مشترک دارند. حقیقت این است که گروه تروریستی طالبان هیچ گونه همخوانی و پیوند ارزشی با ایران و مردم آن ندارد. طالبان ایران را بدتر از هر دشمن دیگری خویش به شمول غرب می‌دانند. این گروه نه تنها شریک استراتژیک و قابل اعتماد برای ایران نخواهد شد، بلکه بزرگترین تهدید برای این کشور در آینده شمرده می‌شود. آینده و گردش ایام گفته‌ها و ادعاهای ما را ثابت خواهد کرد. دلیل هر چی باشد، این گونه اظهارات در تضاد با فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های مشترک تاریخی و تمدنی هر دو ملت افغانستان و ایران است. در حقیقت دروغ خواندن و دست نشانده دانستن مقاومت مردم افغانستان، انکار واقعیت آشکار، به احترامی و قربانی های مردم ما و یک سابقه خطرناک در مناسب تاریخی، فرهنگی و ارزشی هر دو ملت است. این اظهارات مایوس کننده، رنج‌آور و شوکه کننده است. من به عنوان یک همفرهنگ و همزبان از این موضوع نهایت متأثر و متأسفم. همچنان از جمهوری اسلامی ایران میخواهم با این اظهار نظر مخالفت نشان دادم آب را به مجرای تمدنی ارزشی و فرهنگی خویش بازگردانند. در غیر آن اعتماد مردم افغانستان و منافع استراتژیک و ماندگار جمهوری اسلامی ایران در افغانستان آسیب های جبران ناپذیر خواهم دید. اکنون بپردازیم به خبر تازه و فوری از دفتر مارشال عبدالرشید دوستم، همین الان به دسترس ما قرار گرفت. متین بیگ، رئیس دفتر پیشین اشرف غنی، رئیس جمهور فراری، اظهارات اشرف غنی و حمدالله ماهر در مورد توجیه فرارشان را رد کرده و گفته است اشرف غنی زمان فرار کرد
که وضعیت در حال عادی شدن بود، هیچ خطر ناشی از جنگ کابل را تهدید نمی کرد. آقای بیک در گفتگو با اندپندنت فارسی گفته است، زمانی که هرات و غزنی سقوط کرد، اشرف غنی تصمیم جنگ علیه طالبان را تغییر داد و با آمریکایی‌ها برای انتقال قدرت از طریق لویجرگه موافقت کرد. با گفته او توافق برای آتش بس دو هفته ای صورت گرفته بود و جنرال باجو رئیس ارتش پاکستان و امریکایی ها اطمینان دادند که هیچ خطر کابل را تهدید نمی کند. اما اشرف غنی به دلیل ترس و بزدلی که داشت فرار کرد و عملا کشور را به طالبان تسلیم نمود. این در حالی است که اشرف غنی و حمدالله ماهر پیش از این گفته بودند که به دلیل جلوگیری از جنگ و خونریزی در کابل فرار کردند. خبر بعدی، جبهه مقاومت از کشته شدن حدود 90 نیروی طالبان در پنشیر دوباره این خبر را تاکید کردند. جبهه مقاومت ملی ادعا می‌کند که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای این جبهه در چندین منطقه در ولسوالی های پنشیر 90 جنگجوی طالبان کشته و 26 نفر دیگرشان زخمی شده. این در حالی است که طالبان درگیری در پنشیر را رد می‌کنند. در اعلامیه این جبهه آمده است که در نتیجه عملیات مشترک قرارگاه‌های شتل روی دره زمانکور و عنابه 7 جنگجوی طالبان کشته شدند. با گفته این جبهه در جریان عملیات مشترک قرارگاه‌های فراج و نیروهای کماندویی این جبهه 6 طالب در فراج کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. اعلامیه افزوده است که در یک عملیات دیگر در قرارگاه آبدره 4 عضو طالبان کشته و 5 نفر دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه همچنین گفته است که در پی عملیات قرارگاه حصارک 13 عضو طالبان کشته و 7 نفر دیگرشان زخمی شدند. همچنین گفته شده است که در نتیجه عملیات قرارگاه تخلیه و منجهور کماندوهای دره و قرارگاه شابه و پشاور 53 طالب کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پیش از این هم جبهه مقاومت گفته بود که در نتیجه عملیات نیروهای این جبهه در دره آرزوی پنشیر 5 طالب کشته و 40 نفر دیگر اسیر شدند. طالبان اما تلفات و اسارات نیروهایشان را در پنشیر تکذیب میکنند. زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان درگیری تلفات و اسیر شدن نیروهای این گروه در پنشیر را رد کرده و گفته است که هیچ رویداد نظامی در این ولایت رخ نداده است. او امروز سه شنبه 25 اسفند در توییت نوشته است که ادعاهای تلفات یا اسیر گرفتن مجاهدین در پنشیر واقع ندارد. او گفته است که دشمن در موقف نیست که چنین کاری بتواند.